به آموزش و دموکراسی از تلویزیون آیدیا، این رسانه اندیشکده انستیتیو دموکراسی برای پیشبرد آموزش، خوش آمدید. در این سری از برنامه ها ما مقالاتی که به وسیله پروفسور حسن منصور، اقتصاددان برجسته کشورمون، نوشته شده رو واکاوی میکنیم و ایشون برای ما توضیحات تکمیلی در رابطه با اتفاقات روز که در مقالات ایشون بررسی شدن رو به ما عرضه میکنند. پروفسور منصور، خیلی خوش آمدید. درود جناب دکتر کنگرلوی گرامی و همه بینندگان و شنوندگان ارجمند برنامه. برای این هفته درباره مقاله صحبت میکنیم که بسیار هم در ارتباط با اتفاقات روزانه هفته گذشته است. مقاله شما نوشتیم به نام یاران، چرا به یارانه محتاج شدیم، یا به یارانه چرا محتاج شدیم، عارضه ها و علت ها. در شروع این مقاله شما درباره واقعا این یه تاریخچه خیلی کوتاهی درباره چطوری ما کوپنی شدیم، چطوری یارانه‌ای شدیم صحبت می‌کنید. اول به ما بگین که شما یارانه رو به چه شکلی تعریف می‌کنید و آیا این یک پدیده‌ای که فقط در ایران وجود داره یا در کشورهای اقتصادهای دیگه هم وجود داره؟ نه، یارانه اصل کهنه اقتصادی است و در جهان در قرن بیستم وجود داشته. در ایران اولین قانونش 1311 تصویب شد و در واقع به نام حمایت از مصرف کنندگان، بعد تبدیل شد به سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده. ولی اصل قضیه چیست؟ ببینید، در هر جامعه ای یک درصد معینی مردم ممکنه به علت ایرادها و نقصهای مثلا مادرزادی یا به علت حوادث و سوانه نتونن که در کار تولیدی جامعه شرکت کنن و درآمد خودشون رو از طریق اون چهار کانال درآمد ملی کسب کنن، یعنی مزد بگیرن، حقوق بگیرن، یا سود به دست بیارن، یا اجاره بها کسب کنن، یا بهره پولی کسب کنن. این افراد در بیرون میمونن. اینها رو باید از طریق به اصطلاح توزیع ثانویه پوشش بهشون داد و هر جامعه متمدنی این وظیفه رو در برابر شهروند خودش داره. منتها این قضیه در 1946 به بعد، وقتی دولت‌های رفاه پدید اومد، این به صورت سیستمی در اومد. در اونجا در واقع یارانه به صورت مالیات منفی رقم برجسته ای شد، یعنی کسانی از اون چهار کانال درآمد ملی که دریافت میکنن مالیات میپردازن، کسان دیگری مالیات نمیپردازن بلکه فقط اون مالیات رو میگیرن. اینو که مالیات منفی. در نتیجه بسیاری از کالاها که مثلا مورد مصرف طبقات آسیب پذیر جامعه هست، اینا ممکنه کمتر از قیمت موجود، کمتر از هزینه شون در بازار عرضه بشن و بقیه این رو دولت از طریق مالیات کسب میکنه تامین کنه. منتها به آمار که نگاه کنید، در حدود 4-5-6% تولید ملی رو یارانه تشکیل میده. در هیچ جامعه شما نمیبینید که 85% مردم یارانه بگیرن. این تبهکاری است. وقتی 85% مردم، یا در زمان دولت احمدی نژاد 100% مردم یارانه میگیرن، این نشان از این داره که شما نظام توزیع درآمد ملی رو به صورت زمینگیر و فلج درآوردید. در نتیجه دستمزد و درآمد کافی که از طریق کار مردم نصیبشون میشه، کفایت خرید مایحتاجشون رو نمیکنه. این نشان بیماری است. بلکه در اون حالت 3-4-5% یک در تمامی جوامع وجود داره، امری کاملا طبیعی و نشان از مدنیت جامعه داره. در ایران این به صورت بسیار بسیار بیمارگونهی مطرح شده که دلایلش اصولا در یارانه و یارانه پردازی نیست. دلایلی غیر از این داره. از این نظر ما جدا کردم که عارضه چیست، ما چه میبینیم، ولی علتاش چیه. دقیقا به مانند مریضی که میره به نزد پزشک و میگه که دکتر من دل درد دارم، سرم گیج میره، نمیتونم بایستم. خب
اینا نشانه های بیماری است. خود بیمار اینا رو بهتر از طبیب حس میکنه. منتها طبیب علت اونها رو باید پیدا کنه و علتها رو درمان کنه. آیا بر اساس این تعریفی که شما میکنین میتونیم بگیم که درصد کسانی که در هر کشوری در هر اقتصادی یارانه دریافت میکنن، این عدد نشان دهنده سلامت اقتصادی اون جامعه است؟ این درسته، هر جامعه متمدنی این وظیفه رو داره. مثلا در همین انگلستانی که من هستم، در آمریکای شما هستید، بخشی از اقلام خوراکی یا اقلام دارویی یا پوشاک بچه معمولا یارانه داره. چرا؟ برای اینکه همه بچه دارها که ثروتمند نیستن، اینا رو ارزون میکنن که بچه همون کاری که مثلا در دوری سابق ما شیر مجانی، صبحانه مجانی در مدارس به بچه ها میدادن که اگر کسی سوء تغذیه داره در مدرسه ترمیم بشه. این کاملا هم عادی است. حتی اگر بین اون بچه ها کسانی باشن که اینا فقیر نیستن، میتونن صبحونه بخورن، ولی اینو برای همه میدادن که مایه تخییر دیگران نشه. همه در مدرسه یه غذای تکمیلی میگرفتن میخوردن. این در واقع یاران است. منطقه نسبتی وجود داره بین یارانه و مالیات ها. در نتیجه شما نمیتونید سالانه بگید 400 هزار میلیارد تومان یارانه میپردازم، در حالی کل مالیات که وصول میکنی کمتر از اونه. عنایت میکنید، یه رابطه عددی وجود داره، یه رابطه منطقی وجود داره. چون اگر درآمدهای واصل شده از رهگذر تولید ملی، یعنی مزد، حقوق مزد و حقوق یکجا، سود، اجاره بها و بهره بانکی، این چهار تا شکل اساسی توزیع، اگر اینا کفایت نکنن برای زندگی، آنچنان نامتناسب بشن که مثلا گیرنده سود، گیرنده اجاره بها سهم بسیار بالاتری بگیره و اونی که دستمزد میگیره بسیار کمتر بگیره، که عملا چون اکثریت جامعه هم هستن نتونند معاش خودشون تامین کنن، این نشان بیماری اقتصاده. و این بیماری در اقتصاد ایران به حد بسیار بسیار بارز و گزافهی در اومد است. من در اینجا میخوام یک سوء تفاهمی رو که ممکنه برای بعضی پیش بیاد رو از شما بخوام که ما برطرف کنید. در بعضی از کشورهای بسیار پیشرفته مثل کشورهای اسکاندیناوی، سیاستهای ما میدونیم یا حداقل به ما گفته شده که سیاستهای سوسیالیستی به کار میره، سیاستهای از قبیل حقوق بیکاری، سیاستهای از قبیل بیمه در مجانی، یعنی بیمه‌ای که همه، بیمه بهداشتی که همه شهروندان بهش حق دسترسی دارن و حق همه شهروندان هست، آموزش رایگان. میشه با ما یه تفاوتی بین این نوع خدمات که اقتصادهای پیشرفته ارائه میکنن و یارانه به ما بگین که تفاوتش چیه و چرا در کشورهای اسکاندیناوی این نوع خدماتی که حکومت ارائه میکنه مترقی تلقی میشه ولی یارانه مرتجع یا نشانه از ضعف اقتصاد؟ ببینید، در همون، من میدونید که در سوئد به تقریبا 9 سال کار کردم. در نتیجه چون بسیار کنجکاو و نظام اقتصادی اونجا بودم، در تمام مدت روی اقتصاد اونجا تحقیق کردم، کار کردم، عملا هم دیدم که این نظام کار میکنه، هم در بخش خدمات، هم در بخش صنایع و هم در بخش مالی. چگونه این چفت و بست این اقتصاد میچرخه. از این بگذرم بیام به این که در کشورهایی مثل اسکاندیناوی یک دولت رفاه وجود داره. اون دولت رفاه خدمات عمومی رو به صورت گسترده‌ای به عهده میگیره. یعنی از یک سو مالیات که میگرفت بعدها محدود کردن به 50% حداکثر. 50% درآمد ملی به عنوان مالیات در اختیار دولت قرار میگیره. دولت در اونجا تمام خدمات عمومی رو به احسن وجه تامین میکنه، ساختن راهها، پلها، شبکه اینترنت، تمامی اینها، بیمارستانها، مدارس و اینا. این عمده هزینه است که منتها هزینه بیکاری، خب برای بیکاران در تمام جامعه، در آمریکا هم، در انگلستان هم، برای بیکاران حقوق بیکاری داده میشه. این رو سندیکای کارگران میده.
این حالت یارانه نداره. یعنی شما در سوئد درآمد سرانه یک کارگر حدود 30% برای تأمین تمام مواد خوراکیش کفایت میکنه، حدود 20% هم صرف لباسشون میشه، 50% برای گردش و تفریح و مسائل ورزشی و مسافرتی باقی میمونه. این نحوه توزیع درآمد ملی است، در این کاملا نرماله، هیچ مشکلی نداره. تفاوتی که بین کشور اسکاندیناوی و کشور انگلستان وجود داره یه تفاوت درجه است. در انگلستان برخی از اون خدمات که در اونجا داده میشه داده نمیشه، در بعد دست بخش خصوصی و روی خود افراده. مده همین انگلستان رو بگیرید، ببینید در انگلستان یه حداقل مزد وجود داره، تصویب هم شده است، قانون هم هست. حداقل دستمزد برای یک آدم امروز 9.6 پوند در ساعت برای یک کارگری که هیچ صلاحیتی نداره، یعنی هیچ تجربه کاری، آموزش کاری داره ولی هیچ سابقه کاری نداره، برای امروز میشه. این میشه بعد حدود 13-14 دلار در ساعت. با همون 14-15 دلار ساعتی میتونه غذای یک هفته رو، تمام مواد غذایی رو خرید کنه، از گوشت و سبزی و پنیر رو فلان، یک ساعت کار بکنه میتونه بگیره. در نتیجه درآمدی که آدم کسب میکنه برای تامین اجاره باهاش، برای تامین گردش و سفر و خورد و خوراکش کفایت میکنه. این نشان میدهد که اون شیوه های توزیع، یعنی توزیع اولیه که بهش بگیم، اون کفایت میکنه. در ایران چنین چیزی نیست. من در مورد بعدی اینو به صورت عدد رقم عرض میکنم که ببینید تفاوت قضیه از کجا تا به کجا. بله، شما عددهای وحشتناکی در این مقالتون میگین که یارانه قرار 400 هزار تومان باشه و برای هر نفر از 3 دهک فقیرتر جامعه و بعد میشه 300 هزار تومان میشه برای 6 دهک میانه جامعه. یعنی در حقیقت 9 دهک 90% مردم یارانه دریافت میکنن، یه عده بیشتر یه عده کمتر. و خود این پرداخت شما فکر میکنید که اولا به ما میگید که آیا واقعا درسته که 90% مردم ایران یارانه قرار دریافت کنن، و اینی که 90% مردم یارانه قرار دریافت کنن یعنی واقعا اقتصاد کشور از بیماری گذشته، به مرحله رو به موته. این چطوره که اقتصادی در کشور در جریانه که 90% و بعد موقع 90% مردم احتیاج به یارانه دارن، دولت این پولی رو که به مردم میده از کجا میاره؟ مسلما دولت‌های شبیه جمهوری اسلامی از خام فروشی مواد معدنی و نفت و گاز و چیزهای دیگه استفاده میکنن و درآمدهای خود درآمد حکومت رو به دست میارن. ولی آیا این به این معنی است که جمهوری اسلامی در حال فروش منابع ایران و دادن به مردم برای ساکت نگه داشتن اونا، طوری که یعنی در حقیقت مردمی که نیاز به درآمد واقعا به این یارانه دارن دیگه مجبورن نارضایتی های سیاسی خودشون رو هم کنترل بکنن که مبادا این یارانه قطع بشه؟ یعنی هم جنبه بیماری اقتصادی رو نشون میده، هم جنبه سوء استفاده سیاسی حکومت برای ساکت نگه داشتن مردم. آیا این درسته؟ این که یکی از حکمتهای برقرار کردن یارانه نقدی وابسته کردن مردم به دست حکومت بود، خاطرتون باشه دوره احمدی نژاد ایشون مثل سلاطین سابق سوار اتومبیل میشد که مردم دنبال اتومبیلشون بدوند تا ایشون بسته بسته پول بهشون بندازه. بعدها ایشون همین چند هفته پیش گفتن که این نظر آقای خامنه‌ای بوده که به من میگفت که شما این یارانه رو نباید به مردم نشون بدید که این مال خود شماست بهتون میدیم، باید نشون بدید که صدقه است و به شما میدیم. خب این اون حکمت قضیه است. ولی اینکه بفهمید 90% در این ترتیبی که آقای رئیسی پیشنهاد کردن حدود 85% میشه برای جمعیت ایران 85 میلیون نفره. در نشه وقتی میگیم 9 دهک مردم یارانه میگیرن، 1 دهک یعنی 8.5 میلیون نفر یاران نمیگیرن، بقیه میگیرن. 80 میلیون نفر از 85 میلیون نفر تقریبا یاران نمیگیرن. خب
در خود این قضیه یک فریب آشکار نهفته است که نیازی نیست شما اقتصاددان باشید، نیازی نیست شما ریاضیدان باشید. با یک نگاه اندکی دقیقتر میتونی قضیه رو بفهمید. اجازه بدید براتون رقم بگم. ببینید، امسال بعد از افزایش 57% حقوق کارگر، حقوق کارگر رسیده به 6,600,000 تومان. اینو داشته باشیم. فرض کنید این فرد کارگر یه عائله داره، خانواده 4 نفره و در اون ردیف پریارانه هم هست، یعنی جز سدهک اول. در نتیجه 4 تا 400,000 تومان هم هر ماه میگیرن. این میشه ماهانه 1,600,000 تومان به عنوان یاران. جمع میشه با اون حقوق. شما حساب بکنید که حقوق این خانواده در طی سال خواهد شد 79,000,000 تومان. یارانش خواهد شد 19,000,000 تومان. یارانه و حقوق خواهد شد 98,000,000. 98.4 98,000,000 تومان خواهد شد حقوق و یارانه. شما تورم 45% از این کم بکنید، باقی خواهد موند 54,000,000. الان حقوق بدون یارانه چقدر بود؟ بدون یارانه بود 79,000,000، با یارانه خواهد شد 54,000,000. یعنی هر یارانه بگیری فقیرتر خواهد شد. اون وقت این نظام، ضمن اینکه خودش میخواهد این دروغ رو بفروشه، در این حال به وابستگان خود پول میپردازه که مقاله بنویسن بگوین که مردم از طریق این رفرم 20% فقرشون کمتر خواهد شد. در حالی که شما با همین محاسبه سرانگشتی میبینید که مردم فقرشون به شدت تشدید خواهد شد. این با این فرض که تورم در همین 40% بمونه. در حالی که دلایل بسیار بسیار بارزی داریم که تورم در 45% باقی نخواهد موند. چرا؟ یک دلیل این که حدود 8 تا 9 میلیارد دلار که از قرار 4200 تومان تزریق میشد، این حذف شود. تاثیر مستقیمش امروز میبینید. ایشون میگن روی 4 قلم کالا، در حالی که روی 40 قلم کالا، فعلا 50 قلم کالا که لیستش رو داریم، قیمت روشن شده، قیمت همه بالا رفته و این تسری میکنه، چون اون جدول داده ستانده که حدود 140-150 کالا گروه کالایی رو داره، همه با هم ارتباطای مثل ظروف و مرتبط دارن. امکان نداره یکی بالا بره اون یکی بالا نره. دوم، دولت در بودجه سال گذشته هر دلار را از بابت 11,000 تومان تزریق میکرد به بودجه. یعنی در برابر هر دلاری که دولت به بانک مرکزی میداد، 11,000 تومان میگرفت میذاشت تو بودجه هزینه میکرد. امسال شده 23,000 تومان، یعنی بیش از دو برابر. من برای سال گذشته the effective rate، یعنی نرخ مؤثر تزریق دلار در اقتصاد ملی رو حساب کرده بودم در حدود 17,000 تومان. چون ببینید دلار از چند کانال تزریق میشه به اقتصاد ملی. یکی از طریق حدود 8-9 سال گذشته حدود 17 میلیارد دلار از طریق 4200 تومانی بود. بعد بخش بزرگی حدود 20-18 میلیارد از طریق بودجه که رقم 10,000 تومانی بود تزریق شد. بعد از طریق نرخ نیمایی، از طریق نرخ بازار آزاد. نسبت های اینا رو توزیین کنید و هم بیفزایید، میرسه به نرخ مؤثر. نرخ مؤثر تزریق دلار به اقتصاد ملی در سال گذشته حدود 17,000 تومان بود. امسال این رقم بالای 23-24 هزار تومان خواهد بود. در نتیجه تورم، این 45% تورم سال گذشته است. تورم امسال قدر مسلم بالاتر از این خواهد بود. به این ترتیب این محاسبه که من خدمتتون عرض کردم که حقوق یک یارانه بگیر از حدود 80 میلیون تومان برای سال به 54
میلیون تومان تقلیل پیدا می کند، این با بهترین فرض، یعنی با فرض اینکه تورم همچنان باقی بماند، در حالی چنین باقی نخواهد ماند. بله، شما یه سری ارقامی برای قیمت یه سری اقلامی مثل شیر پاستوریزه و ماست و این چیزا ارائه دادید، قیمت ها در ایران. من موقعی که مقایسه کردم اینا رو، یعنی تبدیلشون کردم به دلار بر اساس نرخ رسمی که حدود 30,000 تومانه، دیدم که قیمت اقلام خوراکی ضروری در ایران چیزی شبیه به قیمت در آمریکاست. بنابراین اگر ما بخوایم با یک حساب سرانگشتی ساده قیمت اقلام مختلف رو به دلار تبدیل بکنیم، بعد برای اینکه بفهمیم داره تو کشور چه اتفاق میفته، باید قیمت دستمزدها رو هم به دلار تبدیل کنیم. شما الان این دو تا رقمی رو که برای دستمزد کارگران گفتین، حدود 60 میلیون، این 60 میلیون یا 54 میلیون بعد از اینی که نرخ تورم رو به کار گرفتین، یعنی در حقیقت چیزی حدود 150 دلار یا 200 دلار در ماه یک کارگر با قیمت. من مثلا فکر می‌کنم که اگه ما این تبدیل درست باشه، من باید در این امریکا با ماهی 200 دلار زندگی کنم. یعنی من واقعا کسی رو نمی‌شناسم که در این کشور با ماهی 200 دلار بتونه زندگی کنه. حالا به احتمال خیلی زیاد همین کار رو شما در انگلستان یا در کشورهای دیگه هم میکنید، که برای اینکه مقایسه کنید واقعا ببینید توان خرید مردم چقدره، باید ارقام رو، برای اینکه ارقامی به خاطر تورم و به خاطر از دست دادن ارزش پول ملی، اعدادی که برای مسائل روزمره به کار میبرن اعداد نجومیه، میلیون و ده هزار و صد هزار و تریلیون و این چیزا به کار میره، که واقعا واقعیت در تعداد صفرهایی که برای مردم معنیش رو از دست داده گم میشه. به همین خاطر که من خودم برای اینکه بفهمم واقعا چه بلایی سر مردم اومده، موقعی به دلار تبدیلشون میکنیم اعداد کوچیک میشه، به پان تبدیلش کنیم اعداد کوچیک میشه. مثلا مرغ، من دیدم شما در مقالات نوشتین تخم مرغ شانه 96,800 تومان، 96,800 تومان یعنی حدود 3 دلار، 3 دلار میشه قیمت. ولی واقعا آدم موقعی به قیمت 96,800 تومان برای یه دو جین تخم مرغ فکر میکنه، خود این واقعا سرگیجه آوره که ارقامی که برای مردم برای مخارج روزمرهشون لازم دارن این همه صفر در مقابلش داره. شما فهم کنین این کار، یعنی اجازه دادن برای از بین رفتن ارزش پول ملی و اجازه دادن برای بالا رفتن قیمت ها و تورم، آیا این یک تلاش سازمان یافته از حکومت هست برای اینکه مردم نفهمن چقدر وضعشون بد هست؟ یه سوال بسیار مرکبی رو مطرح فرمودید جناب پروفسور جنگلو. ببینید، اولا این قیمت ها رو من ندادم، اون قیمت مال وزارت جهاد کشاورزی است. بله. من بعد از اون قیمت ها رو جمع آوری کردم در حدود 50 قلم کالا رو، تقریبا همه 50 قلم کالا از اون قیمت هایی که وزارت کشاورزی داده، جهاد کشاورزی داده، بالاتره. یعنی قیمت هایی در بازار جاری است بالاتر از اون قیمت است. نکته دوم، ببینید نمود قضیه این است، یعنی آنی که به چشم میخوره اینه که مردم برای تامین معیشت خود نیاز به یارانه دارند، برای یارانه بهشون داد، ولی اگر یارانه بدیم یه مشکلی پدید میاد اینه که آردی که ما در ایران توزیع میکنیم ارزونتر میشه از آرد کشور همسایه، در نتیجه نونوایی ها و اونا که آرد تحویل میگیرن، اینا سودشون اینه که به جای اینه تبدیل کنن به نون، این رو قاچاقی بفروشن به کشور خارج، دست قاچاقچی میذاره و میبره. در نتیجه برای جلوگیری از این فساد باید قیمت نون و آرد و اینا رو بریم بالا. همین کار در زمینه انرژی اصلاح کردن رو گفتم، در نتیجه بله درسته، وقتی قیمت هر لیتر بنزین در ایران تقریبا 1/10 قیمت همون بنزین در ترکیه یا در امارات عربی است، طبیعی است که برادران قاچاقچی انگیزه نیرومندی دارن این رو به صورت کلاسل، به صورت بسیار انبوه قاچاق کنن. راه چاره اینه که قیمت یکی باشه. ولی اینجا که میرسیم به استدلال شما، وقتی قیمت انرژی قرار است، قیمت گندم قرار است با قیمت بین المللی باشه،
که چیز بسیار مطلوبیه، درآمدها چرا برابر درآمدهای بین المللی نباشن؟ حقوق یک کارگر بعد از این افزایش 57 درصدی شده حدود 200 دلار. با یارانه اضافه بکنید میشه حدود که اندکی کمتر از 300 دلار در ماه. 300 دلار در ماه حقوق کمتر از یک هفته، کمتر از 4 روز یک پرستاری است که در کلینیک ما کار میکنه در اینجا. عنایت میکنه. پس مسئله کجاست؟ من کوششم این بود که جان کلام نشون بدم. ببینید، من اونجا این تمثیل رو گفتم، اینه تکرار بکنم. وضعیت ما به وضعیت یک قهرمان دو و میدانی میخوره که این قهرمان دو رو به حالتی انداختیم که برای نفس کشیدن خودش نیازمند کپسول اکسیژنه. خب غیر عادی است، یه قهرمان الان نیازمند کپسول اکسیژن. حالا کسان مدعی طبابت جمع شدند میگویند که چطور این کپسول از این بگیریم. من عرض کردم این پرسش تبهکارانه است. پرسش درست اینه، چه کار کنیم که این آدم سلامت خودش پیدا کنه، برای نفس کشیدن نیازمند کپسول اکسیژن نباشه. پرسش اینه. چرا میگم قهرمان دو میدانی؟ برای اینکه ایران امتحان خودش داده. همین اقتصاد از سال 41 تا 54 با رشد 11 تا 12 درصد مدام افزایش پیدا کرد. پس این قهرمان جهانی بوده از نظر رشد اقتصادی. پس این توان رو داریم، هم از نظر کارفرمایی، هم از نظر نیروی کار، هم از نظر سازمان تولید. این ظرفیت در ایران بوده وقتی این آقایون تحویل گرفتن. حالا به این صورت در اومد. حالا مثال بگم برای که روشن بشه، آخرین بندی که در مورد این پاسخ اضافه میکنم. ببینید، مثال از خودم بگم. من وقتی دانشجو بودم حقوقی که از ایران دریافت میکردم، حقوقم قطع شد وقتی که من با همون حقوق اومدم در انگلستان تحصیل کنم. حقوقم معادل 440 پوند در ماه بود. حقوق پروفسور دانشگاه لندن که استاد من بود 400 پوند بود. یعنی یک دانشجو در برابر استاد خودش در کشور خودش بیش از اون درآمد داشت و با اون درآمد میتونست از حد زندگی استاد در انگلستان برخوردار بشه. من هزینه دوره دانشجوییم با هزینه خودم تحصیل کردم، ولی من ماهانه حدود 200 پوند هزینه داشتم. اتومبیلم داشتم، خونم داشتم، هر غذایی هم که لازم داشتم. عنایت کنید، میشد 200 پوند. هر کارمندی میتوانست با حقوق یک ماه خودش در ایران یک ماه در انگلستان زندگی کنه. خب چه اتفاقی افتاده؟ سطح زندگی پایین رفته. وقتی سطح زندگی پایین میره، یک کارمند ایرانی، یک کارگر ایرانی نمیتواند با درآمدی که به دست میاره گندم اوکراینی رو بخره. ناگزیر محتاج یارانه میشه. مشکل کجاست؟ من این مشکل ها رو در 5 ردیف سعی کردم خلاصه کنم که ما 5 بحران که با هم درآمیختن اینا رو با هم داریم. هر کدوم از اینها برای از نفس انداختن اقتصاد ملی کفایت میکنه. ما هر 5 تا رو داریم. در نتیجه اگر میخواییم مشکل حل کنیم باید به اونا توجه کنیم، و الا این سوال که چه کار کنیم این یارانه رو بگیریم، این عین تبهکاری است. بله، شما یکی از این مواردی رو که به عنوان دلیل این نوع عملکرد اقتصاد ارائه میدین این هست که نظام در یک بحران سیاست خارجی گرفتار است. آیا واقعا، اول به ما اینو بگین که آیا سیاست خارجی روی اقتصاد اثر داره، و آیا در کشورهای دیگه سیاست خارجیشون رو با اقتصادشون تنظیم میکنن، ببینن که این سیاست چه اثر سویی روی در اقتصاد داره اون کارو نکنن، یا چه اثر
مفیدی داره اون کارو بکنن، یا بیشتر کشورهای دنیا مثل جمهوری اسلامی اصلا ککشون نمیگذره که نمیگزه که سیاست خارجی چه اثر سویی روی اقتصاد داره. ببینید، در سیاست خارجی قطعا عناصر زیادی دخالت میکنه، ولی سیاست خارجی یکی از اهرم‌های بسیار بسیار نیرومند ثروت آفرینی است در اقتصاد. نمونه فراوونه. ما کشورهایی داریم که تجارت خارجیشون بیش از تولید ملیشونه. یکی از اینا هنگ کنگ، یکی از اینا سنگاپور بود. سوئد توسعه خودش رو از طریق صدور چوب تامین کرد. ژاپن توسعه خودش رو از طریق صدور شن تامین کرد. اینا تبدیل کرد به الکترونیک، سیلیکون. برای این کار شما به بازارهای جهانی نیازمندید. در بازارهای جهانی پشتش قانونمندی‌های استوار علم اقتصاد، روی کلمه علم تاکید میکنم، برای اینکه در ایران اینها دانش اقتصاد رو به صورت قصه‌گویی در آوردن. علم اقتصاد، استوارترین قوانین اقتصادی که معادل قوانین فیزیکه، یکی از اونها قانون مزیت‌های نسبی دینامیک. مزیت‌های نسبی دینامیک، من که دانشجوی این امور هستم و آمار تجارت خارجی این کشور رو مطالعه میکنم، هر سال در ماه هر سال میبینم در آمارهای سالانه، مثلا دانمارک فلان چیز رو که سال گذشته صادر میکرد امروز اونو وارد میکنه، چیز دیگه صادر میکنه. اینه چگونه محاسبه میکنه؟ حس میکنن که اگر این جنس رو وارد کنن، همان نیرو رو روی کالای دیگری مصرف کنن که اونو صادر کنن، در اونجا مزیت دارن، سودشون بیشتر میشه. در نتیجه این صنایعی که همیشه جایگزین بهتری داره، اینا رو میگذارن برای دیگران، خودشون برن یه اونی که مزیت بیشتری داره. این رو میگیم مزایای نسبی دینامیک، که مدل های ریاضیش وجود داره، مدل های کامپیوتریش هم وجود داره. کشورها از سیاست خارجی برای گشودن بازارهای خودشون به روی مشتری های خارجی باز میکنن، نه اینکه خام فروشی کنند، بلکه آن چیزی رو صادر کنند که در اونجا ارزش افزوده کافی دارن و مزیت نسبی کافی دارن. در برابرش وارد کنن آن چیزی رو که خودشون اگر تولید کنن گرون‌تر در میاد. یک تقسیم کار بین‌المللی صورت میگیره، همون حکم طلایی که ادم اسمیت صادر کرد در مورد انگلستان. میدونی وقتی او در 1706 کتابشو نوشت، انگلستان تیکه تیکه بود، یعنی هر جزیره‌ای، هر قسمتی، هر شهرکی، هر بارایی برای خودش گمرکات داشت. از اینجا تا اسکاتلند من باید 10 بار گمرک می‌پرداختم. او استدلال کرد که کارآمدترین، بهره‌برترین شق این است که برای تمام کشور یک بازار وجود داشته باشه. و امروز این قضیه به صورت منطقه‌ای و بعد گلوبال در اومده، تقسیم کار در سطح جهانی. پس برگردم به اون حکمی که من اونجا عرض کردم به صورت ساده، که سیاست خارجی هر کشور یکی از اهرم‌های بسیار توانمند ثروت سازی است. با در اون زمینه فلج و بعد 4 بحران دیگر نام بردم که وارد نمیشم، اگر مورد سوال بود وارد میشیم. بله، یکی از شواهد اثر سیاست خارجی روی اقتصاد، سیاست امریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی جمهوری اسلامی هست، که خودشو در زمانی در یک شرایطی قرار داده که نمیتونه اون محصولی رو که در این لحظه بعد از حمله روسیه به اوکراین که گاز و نفتی هست که اروپا شدیداً بهش احتیاج داره و اروپا به طرز واقعاً مذبوحانه‌ای به دنبال جایگزین منابع انرژی روسیه برای خودش میگرده و ایران میتونست یک جایگزین ایدئال باشه و از نظر اقتصادی شب راه 100 ساله رو یک شبه بپیماید، به خاطر سیاست خارجی جمهوری اسلامی نمیتونه. الان درگیر این
برجام هست، برجامی که اونم به یه مسئله سیاست خارجی دیگه است و نمیتونه اون محصول طلایی رو که اروپایی ها بهش احتیاج دارن و ما به طرز به اندازه وفور در کشور داریم رو به اروپا و ارائه بده و مشکل اقتصادی کشور رو حل بکنه. بله، آیا واقعا دکتر منصور شما به عنوان یک اقتصاددان فکر میکنین که در درون حکومت جمهوری اسلامی تا اونجایی که آشنایی دارین با اقتصاددانان درون حکومت، آیا از درک این حقایق علیلن و نمیدونن که این حکومت خودش گروگان سیاست خارجی شده و حداقل حالا اگر به خاطر به دلایل ارق ملی و منافع ملی نمیخوان این سیاست رو عوض بکنن، اگه به دلایل بهبود اقتصادی نمیخوان این سیاست رو عوض بکنن، آیا نباید به دلایل موجودیتی و بقایی خودشون از این پافشاری و لجاجت روی این سیاست خارجی که براشون این همه مضرات داشته خودداری کنن و متوقفش کنن؟ ببینید، پرسش شما از عقل سلیم برمیخیزه و فرضش اینه که اونه که حکومت میکنند در حد منافع ملت و کشور فکر میکنه. اگر این فرض درست نباشه، در این صورت قضیه عوض میشه. ببینید، وقتی تصمیم گیر در تصمیم خودش منافع شخصی داره، این رو در تمام دنیا میگیم conflict of interest. تصمیم گیرنده از اون موقعیت تصمیم گیری صلاحیتش معزول میشه. اگر قاضی در موردی که باید حکم بده خودش منفعتی داشته باشه، ضرری داشته باشه، از حکم دادن معافه، نباید دخالت کنه. وقتی در ایران آقای خامنه ای میگوید که واکسن آمریکایی و انگلیسی وارد نشود، حکمیست طلایی به قیمت 1 میلیارد دلار. معنای این است که 1 میلیارد دلار از صندوق توسعه بیاد بره جیب بغل من. در نتیجه این تعارض منافع. وقتی شرکت برکت اون پول رو میگیره، آقای مخبر این دریافت میکنه بی آنکه بعد کاری درباره بهش عرضه بکنه، یعنی این وارد کرد نکردن واکسن آمریکایی و انگلیسی که به قیمت مرگ 10,000 هموطن ما تمام میشه، در واقع برای تصمیم گیره سود داره، میره تو جیب خودش. همین مسئله رو شما در زمین اتومبیل حساب بکنید. ببین، اتومبیل بنجل ایرانی گرانتر از اتومبیل فرانسه و انگلیسی عرضه میشه و وقتی قرار میشه که اتومبیل وارد بشه، چون انحصار فروش در این صورت به هم خواهد خورد در بازار، مدام مجلس تشخیص مصلحت که در واقع سبیلشون همشون چرب شده و خیلی هم غلیظ چرب شده، میان جلوشو میگیرن، میگن نه واردات ممنون. نجی این تصمیم گیرنده از صلاحیت تصمیم خودش منعزله. در اینجا هم منافع ملی در میان نیست. وانگهی ببینید، شما یک طرف قضیه رو فرمودید، یه طرف دیگر رو نه. ما با آمریکا بدیم، یعنی ایران جمهوری اسلامی با آمریکا بدیم. با اروپا چطور؟ با اروپای 28 کشور با اونام بده. با ژاپن چطور؟ با اونام بده. با استرالیا و نیوزیلند چطور؟ یعنی تمام دنیای پیشرفته اینا باشون خورده حساب نه گنده حساب دارن، گرفتارن باش. با اونایی روابط دارن که خودشون تومه اونان، چین و روسیه. و بعد با گروه های نیابتی عراق و یمن و سوریه و لبنان و اینا همه دست بگیر دارن، به ایران سود اینا میرسونن. سودشون این است برای خامنه ای که وقتی که آقای سردار سلیمانی در خوزستان احساس میکنه نه مردم اونجا دارن طغیان میکنن، هشت و شبی رو بیارم کشتار اونا، جز این سودی ندارن برای ما. در نتیجه امروز هم در برابر این همه فشار اقتصادی، معلوم است که فردا اگر مقدار پول دست جمهوری اسلامی برسه، اولویت اینا تغذیه کردن این نواب خودشونه در این کشورهای اطراف و به سر سفره مردم چیز چشمگیری نخواهد رسید. این مسئله
سیاست خارجه است. یعنی سیاست خارجه در حد نیروی ملی نیست، بلکه نیرویی است که ملی نیست. حالا اسمش میگذارن ایدئولوژیک. مسئله اینه این قبائلی داره که به اونا مربوطه، اهل قبیله رو تصدیق میکنه ولو که ایرانی باشه نباشه، ولی ایرانی محروم میمونه. به این ترتیب سیاست خارجه در اون چارچوب تنظیم میشه. منتها این یکی از عوامل عقب افتادی اقتصاد ایرانه. من چهار عامل دیگر هم نام بردم که بسیار بسیار توانمندن و به یک کدوم از نام میتونه کشور رو نابود کنه. یه عامل دیگه که شما نام میبرین نظام پولی و بانکی بیماره که ارزش پول ملی رو میگین به هرزگی برده. یعنی واقعا دلیل عمده از دست رفتن ارزش پول ملی رو شما نظام پولی و بانکی بیمار میدونین. آیا این درسته و یا تمام ماجراست یا همون چیزی که شما همین الان گفتین سیاست خارجی هم میتونه اثری روی ارزش پول ملی داشته باشه؟ ببینید اینو قبلا در بحث جداگانه خدمت خود شما صحبت کردیم در یک از این برنامه ها. اقتصاد دو جنبه داره. یک جنبهش اقتصاد واقعی است، یعنی کالاها و خدمات. جنبه دیگرش بیان پولی اوناست. اینجا به پول و بانک برمیگردیم. این دوتا با هم تناسب داره. اگر این تناسب به زیان تولید واقعی یعنی کالا خدمات به هم بخوره، حجم پول بیش از حد تناسب افزوده بشود، ایجاد تورم میشه. ایجاد تورم به کجا رسیده؟ تولید ملی در این مدت 43 سال به قیمت ثابت همون سال اول انقلاب شده دو برابر، جمعیت شده تقریبا سه برابر، دو ممیز هفت برابر. نتیجه مستقیمش این میشه که هر فرد ایرانی فقیرتر شده، حدود 25-30% فقیرتر شده. این از اون. ولی در برابر این دو برابر شدن تولید ملی، حجم پول شده 16,000 برابر. هر اقتصاد خوانده ای که نتواند این موضوع رو تبیین کنه از اقتصاد چیزی نفهمیده. و من به شما عرض میکنم در درون این دولت کسی که اقتصاد بفهمه وجود نداره. بله. در ایران اقتصاددانهای خوب وجود دارند. در ایران در اقتصاددانهایی که از احترام برخوردارن وجود دارند. اونا کاری نیستن. در درون دولت کسی که اقتصاد بفهمه، مدیریت بفهمه، آقای مخبره که مدیریت مافیایی رو برای ستاد اجرایی انجام داده و دیگران اینا هپلی هپو هستند. یعنی وقتی آقای رضایی صحبت میکنه این در واقع نشون میده که روی ابرای هوا در پرواز میکنه، هیچی حالیش نیست از این قضیه. در نتیجه نظام بانکی چرا چنین شده؟ این رو من به طور مفصل توضیح دادم در مقالات، در خدمت شما در یکی دو مورد، در بحثی که روی راز تورم میکردیم، برندگان و بازندگان تورم صحبت میکردیم، اونجا توضیح دادیم چه میشود که یک دولت نمیتواند جلوی خلق نقدینگی رو بگیره. چه میشود اگر ما اینو توضیح بدیم؟ به رموز بسیار بسیار بزرگی دست پیدا میکنیم. نتونیم توضیح بدیم، اونجا ما قفل کردیم، حرکت نمیتونیم بکنیم. ببینید این دولتی که مدام قسم خورده که ما پول چاپ نمیکنیم دیگه، اومدیم فلان و بدون قرض از بانک مرکزی تونستیم حقوقهای ماهی اول بپردازیم، از این قصه گویی ها همین دیروز پریروزا بود که آقای همتی گفت که این دولت رو باید قهرمان چاپ پول نام گذاشت، برای اینکه 142 هزار میلیارد تومان پول پایه ایجاد کرده است در همین مدت. این درسته، ما اینو گفته بودیم، گریزی نیست، این دولت چنین خواهد کرد. ولی پیدا کردن جواب چراییش بسیار مهمه. برای اون من نیم ساعت وقت لازم دارم بگم چرا نمیتوانند جلوی افزایش نقدینگی رو بگیرند. اونجا قوانینشو در اون رمز تورم با هم صحبت کردیم، چگونه میشود که پول از اعتبار میفته و به قول جان مینارد کینز هرز میشه و هرز شدن پول جامعه به ویرانی کشونده میشه. پول ایران هرز شده است، جامعه ایران به خاک نشسته است.
ولی عواملش هنوز با قدرت تمام دارن کار میکنن. در نتیجه نقدینگی در حال افزایشه، وثیقه هایی که به این بانک ها داده میشه، وثیقه یک تومنی به 20 تومن به 80 تومن غالب میشه، در نتیجه اینا نماینده کالاهای واقعا موجود نیستند. اینا ریل بیلز دکترین که پشوانه اقتصاد پولیست نیستند. در نتیجه چرا چنین میشه این رو باید توضیح داد، ولی واقعیت اینه نظام پولی ایران یکی از اهرم‌های بسیار نیرومند ویران شدن اقتصاد ایران. یکی دیگه از دلایلی که شما اینجا ارائه میدین تو این مقالتون این هست که کارمایه های اقتصاد ملی رو سیاست های نظام از بین برده و تولید ملی رو زمینگیر کرده. شما فکر میکنین که حکومتی که این کار رو میکنه، چون اقتصاد واقعا در حقیقت در دست یک حکومت یک مبنای اتکا و قدرقدرتی خود حکومت، مبنای ثبات حکومت، چرا یک حکومتی باید بر سر شاخ بشینه و بن ببره به وسیله اثری که سیاستهاش روی کارمایه اقتصاد ملی داره و اهمیت ندادن به تولید ملی؟ این رو به لحاظ، ببینید، به لحاظ تاریخی میشه نگاه کرد، به لحاظ نظری نگاه میشه کرد. به لحاظ تاریخی کافیست ما سیر به سرکار آمدن این آقایون رو در 43 سال گذشته ببینیم. به لحاظ نظری باید ببینیم که یک آخوند، یک آیت الله از اقتصاد چه میفهمه. آقای خمینی که فرمود چه میفهمه؟ ببین آقای صافی گلپایگانی چقدر میفهمه، آقای ناصر مکارم شیرازی چقدر میفهمه، مجموعه اینا چقدر میفهمن از علم اقتصاد. اصولا دانسته اونها ربطی به علم اقتصاد داره؟ چون علم اقتصاد این علم تولید ثروت، آیا ربطی به اون داره؟ آیا مکاسب محرمه هیچ ارتباط داره به این قضايا؟ این به لحاظ نظری است. به لحاظ نظری حوزه علمیه ورشکسته است. مجموعه حوزه علمیه امروز الحمدلله به خودشون درجه دکتری هم دادن در اقتصاد. همه اینا پشیزی از اقتصاد نمیفهمن. خب بیاییم به لحاظ تاریخی. به لحاظ تاریخی اینا سرکار اومدن، تمام کارفرمایی اینا بزرگو یا اعدام کردن یا فراری دادن و مصادرهشون کردن. پس این به کارفرما و بعدم جنگ بین تخصص و تعهد رو راه انداختن و به خاطر اون دانشگاه را به مدت 3.5 سال بستند. در نتیجه کارمایه اقتصاد چیه؟ کارمایه انسان، انسان کارورز و مبتکر و انگیزه مند برای سرمایه گذاری به ابتکار، این از میان بردن یا فراری دادن. سرمایه های ملی، هنوز سرمایه ملی رو به خروج داره، رو به ورود نداره از ایران. نیروهای جوان رو سالانه 150 تا 80 هزار نفر از جوانان ایران کشور دارن خارج میشن. در نتیجه این نظام از کارمایه درونی تهی میشه. منتها ببینید نظام خلأ رو بر نمیتابه. اگر شما رو از دانشگاه تهران که شما نبودید بیرون بکنند، یک آدم بی صلاحیت رو میذارن سر جا شما، خالی نمونه. استاد فیزیک، اسمش رو میذارن استاد فیزیک، بره اونجا قصه حسین کرد بگه، ولی اسمش میشه استاد فیزیک. موازی خود من، موازی خود من یا آیت الله تدریس میکرد. من نمیدونستم واقعا، برای اینکه وارد کلاس میشدم میدیدم دانشجوها وقتی به حرفایان گوش میدن به هم نگاه میکنن میخندن. برای من سوال شد، یه روز گفتم که من که حرف خنده داری ندارم، چرا میفهمی؟ گفتن استاد پیش از شما آیت الله فلان که اینجا تدریس میکنی اینو میگفت در این زمینه. من میدونستم که پیش از من یه آیت الله میاد 1.5 ساعت تدریس میکنه. اون روز من یه روز زودتر رسیدم اونجا و حدود نیم ساعتی در اتاق موندم که کلاسمون درست پس اون در بود. شنیدم این آیت الله چه چیزایی میگه.
ببینید این موجود مسخره، این موجود خفیف و حقیر، این موجود خجالت نمیکشه که میاد برای دانشجویان، دانش رؤسا و معاونین بانک های سپه بودن، جمع‌آوری کرده بودن به من برای چون یه دوره اقتصاد پولی درس بگن. این آیت الله هم اونجا فضولی کرده بود، اومده بود تدریس میکرد، ولی چه میگفت؟ ببینید شما از محسکنترین کلمات چه ربطی داره به بانک مرکزی، چه ربطی به بانک سپه، چه ارتباطی به این اقتصاد پولی و اینکه تمام زنان سوئیسی زنان بدکاری هستن، چه این حرفا رو میگفت؟ توجه بفرمید. خب با این شعور و با این ایجاد خلأ از نیروهای مولد و درون اقتصاد، کارمایه اقتصاد از بین میبرید و اقتصاد زمین گیر میشه. بله، ما یه وقتی بسیار کمی داریم. دلیل چهارمی که شما ارائه میدید خود بودجه است که میگین که بودجه حکومت 65% تولید ملی سال 1401 به بودجه دولتیه و این میگین که این حجم عظیم این بودجه در خدمت تولید ملی راه تنفس بخش خصوصی یا بخش غیر دولتی رو گرفته. و به ما توضیح بدین که چرا در کشور واقعا 65% کار تولیدی در دست دولت، دولت اصلا چرا باید متولی کار تولیدی باشه؟ آیا در کشورهای دیگه هم دولت در امور تولیدی، تولید محصولات مختلف اقتصادی سهمی داره؟ اگر هم سهمی داره، سهمی به این عظمت داره؟ ببینید این بودجه من اون رو اون محاسبه 64-65% رو به لحاظ از کنم محاسبه دقیق در بردم. در واقع تولید ملی امسال و پایان سال رو با هم جمع کرده تقسیم کردم و الا بودجه دولت حدود 80% بودجه است تولید ملی. وقتی اینجنین میگم چون بودجه در طی سال اجرا خواهد شد، تولید ملی نسبت شد 65%. بارها گفتم که این حجم از بودجه در اختیار دولت اگر در دست توانمندترین دولت هم قرار بگیره کشور فلج خواهد کرد. این رقم در آمریکا 36%. با تمام بودجه های آموزشی، بودجه های نظامی، بودجه های فضایی، با تمام پروژه های بزرگ که دولت آمریکا اجرا میکنه، با تمام بودجه که آمریکا در کشورهای جهان در عراق، افغانستان اینجا اونجا خرج میکنه، همش سهم بودجه 36% تولید ملی است. در ایران 65%. منتها خبط بزرگ اینه، از این بودجه بسیار کلان 2/3 از رسیدگی مجلس معافه. به مجلس بگم به تو اصلا ربطی نداره، تو نباید فضولی کنی، به تو چه مربوط این درآمد کجا اومده به کجا میره؟ وقتی از آقای زنگنه سوال میکنم آقا ما از شما تمام ورودی و خروجی شرکت ها رو نخواستیم، فقط مال شرکت نفت رو بدید، میگه که درآمدها و خروجی های این شرکت فقط برای 3 نفر داده میشه در این کشور. متاسفانه این اطلاعات محرمانه است و شما نمیتونم بدم. به مجلس میگه، مجلس بفرمید. در نتیجه این بودجه، همین بودجه‌ای که با این افتضاح بسته میشه، امروز تقریبا نیمی از درآمدهای جاری دولت کسری است. حدود 310 تریلیون تومان خالی است از حدود 600 تریلیون تومان درآمد جاری دولت، نصفش خالی است. پس به این ترتیب بودجه، اون وقت اینه نگاه کنید، هزینه هایی که انجام میگیره هزینه های انگلی، فقط نمونه عرض کنم براتون، بودجه دانشگاه تهران، دانشگاه مادر کشور، 1 تریلیون تومانه در این بودجه. بودجه نوح خنها، مدهان، دستگاه تبلیغاتی به 20 تریلیون تومان میرسه. در نتیجه این بودجه خب سند و آینه ورشکستگی است. حالا با اینکه فرمودید وقتی ما ببینم 1 دقیقه بیشتر نداریم، این نکته رو اضافه کنم چون بدون این قضیه بحث ما ناقص خواهد بود. ببینید من در اون مقاله برندگان و بازندگان تورم این نکته رو روشن کردم، دولت از طریق ایجاد تورم، میخوام بگم تورم ایجاد شده است، عمدی است، دولت از طریق ایجاد تورم بیشترین سود رو میبره
برای اینکه بیش از درآمد بودجه خودش از رهگذر کم کردن بدهی خودش از طریق تورم سود میبره و ملت بیشترین بازنده است برای اینکه از پسنداز 4000 تریلیون تومانی که در نظام بانکی وجود داره حدود 25% مهر باطله میخوره و از بین میره. در نتیجه ملت رقم بسیار بسیار بزرگی بیش از بودجه دولته از طریق آب شدن پسندازهای خودش ضرر میکنه و دولت از طریق آب شدن بدهیهای خودش حدود 400-450 تریلیون تومان سود میبره. بله، حالا اگر در این 2 دقیقه باقی مانده از شما بخوایم که چه سفارش هایی به این حکومت شما میکنید اگر بخوایم که ملت رو، حالا نه حکومت رو ولی ملت رو از این وضع فجیع نجات بدین، یکی یه جواب به این پرسش میتونه این باشه که همین 4-5 موردی رو که شما به عنوان دلایل این یارانه ها و عملکرد ضعیف اقتصادی، عملکرد فجیع اقتصادی شما ارائه دادین، همین کارا رو نکنه. اگه حکومت این کارا رو نکنه ممکنه اقتصادش به راه درستری، نه به راه درست ولی به راه درستری برگرده. آیا این درسته؟ و اگر این درست نیست یا مثلا موارد دیگه‌ای وجود داره که به نظر شما میتونه اقتصاد رو به مسیر طبیعی برگردونه، اونا چیا هستن؟ ببینید جناب پروفسور کنگرلوی عزیز، اگر شما بدونید که به یک آدمی که دوستش دارید 10 بار مشورت دادید، راهکار دادید، همیشه خلافش انجام داده، بار 11 این کارو میکنید؟ در نتیجه من اصلا در جایی نیستم که به این دولت صحبت کنم. این دولت فاقد صلاحیت، این دولت فاقد شعور اقتصادی و علمی، این دولت وقتی به هر اقدامی دست گذاشته، تا جایی که ماها میگم یعنی جمع دوستان اقتصاددان ما، اونا که در داخلن و خارج، بهشون راه مثلا در زمینه ایجاد بانک اسلامی بدون ربا، من براشون طرح نوشتم، نوشتم این کار رو نکنید، کار خطایی است، نظام پولی کشور رو به خاک سیاه می نشونید. من حاضرم با شما در هر پلتفرمی که می خواهید بشنم صحبت کنم و قانع بشید شما. ولی فکر می کنید گوشی بدهکار بود؟ چرا نه؟ برای اینکه آقایون جیب دوخته بودن، کیسه دوخته بودن برای خالی کردن نقدینگی نظام پولی به جیبهای خودشون. در نتیجه وقتی چنینه، وقتی اگر یه نظام واقعا در صدر راه جاره باشه، ما نوشته همون علنیه. من همین در سامانه خودم امروز بیش از 80 مقاله چاپ شده دارم. آقای متن ببینن. ولی مسئله اون نیست. در ایران اقتصاددانهای دلسوز و برجسته وجود دارن. این آقایون اصلا به اونم مراجعه نمیکنن. شما فهرست اقتصاددان های آقای رئیسی جمع کرده، گفته بود به صف میکنم اقتصاددان ها رو، حدود 30 نفر رو جمع کرده. در داخل اونها 3-4 نفر هستن که اقتصاد میفهمن، ولی اینا نمکگیرن چون وزیرشون بودن. بقیه اهل اقتصاد نیستن، حالیشون نیست. اون وقت با اینا رو جمع میکنه، یک سوال غلط طرح میکنه، میگه چطور ما میتونیم یارا این عرض 4200 تومانی رو حذف کنیم بیان که به عدالت لطمه بزنیم. خب در سوال غلطه. وقتی سوال شما غلطه پاسخی در پی نخواهد داشت. توجه میکنیم. اینا هم در اون چارچوب قصه گفتن. به جوابای اونا بوش بدید ببینید چه ها گفتن. اونی که منتشر شده حرفای نامربوط گفته شده. در نتیجه دولت با این دانش برمیگرده به اجرای برنامه که در دست اجرا داره. بله، من دوباره یک بار دیگه شعر مولوی به خاطرم میاد که میگه هر حیوان و جانور از عدم اند بر حذر، جز تو که رخت خیش را سوی عدم همی بری. به نظر میرسه که این حکومتی که داره با این 4 نعل به سوی نابودی پیش میره و ره نابودی رو راه اعتلاء تلقی میکنه، واقعا چیزی به جز نابودی اون حکومت، قبل از اینی که نابودی حکومت به معنی نابودی ملت ایران و تمامیت ارضی کشور باشه، باید این حکومت از قدرت واقعا به زیر کشیده بشه اگر میخواییم ایرانی باقی بمونه که بتونیم اقتصاددانانی مانند شما در آینده و
واقعا باعث سربلندی و اعتلاء کشور ما بشن. یک بار دیگه از شما بسیار تشکر میکنیم پروفسور منصور برای شرکتتون در این برنامه و به اتفاق شما با همه بینندگانم خداحافظی میکنیم تا هفته آینده که موضوع دیگری رو در اقتصاد که واقعا دامنگیر کشور ما هست با هم دیگه دوباره بحث بکنیم. سپاس از شما. به درود از هم بینندگانم. روز روزگار به همگی خوش.